با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز برنامه چشم‌انداز ها، با تغییر روزبه هستیم و نگاهی میکنیم به تحولات ایران، تحولات انقلاب و خیزش جنایی در ایران، بحران اقتصادی و بحران های پیچ تر پیچی که جامعه ما رو با خودش درگیر فراوان کرده، از بحران اقتصادی و بحران زیست محیطی تا حکومتی ناتوان و درمانده و در عین حال بسیار خشن در قبال بحران‌های کنونی و بحران اپوزیسیون، بحران و روابط اپوزیسیون، نگاه به مسئله وکالت و شاهزاده، چگونه مقوله انقلاب و شاهزادگی و وکالت با هم همزمان خود را نمایان میکنند. بحثی است که در بخش دوم این گفتگو خواهید شنید. درود بر تو تغییر روز بگیرم. منم همینطور به خودت و بینندگان عزیز سلام دارم. در حالی که آلودگی های وحشتناک زیست محیطی و سوخت هایی که سوخت فسیلی هوا رو بر مردم چنان تنگ کرده که بیماری ها و حوادث وحشتناکی برای بسیارانی به وجود میاد و بسیارانی رو خانه نشین کرده، در حالی که قیمت ها سر به افلاک میزنه و مدام بر طیف گرسنگان افزوده میشه، ما شاهد یک بودجه عجیب و غریبی هستیم. بودجه 1402 که به جای پرداختن باز به بسیاری از حقوق انسانی، حقوق مردم، بودجه‌های عمرانی یک دولت نرمال، شاهد یک آمارهای عجیب و غریب هستیم و بودجه‌هایی که برای روحانیت، بنیادهای مختلف، خاتم الانبیا و سپاه پاسداران، کمیته امداد، صدا و سیما و حوزه های علمیه، سازمان های تبلیغاتی هستیم و ما چیزی ردیفی برای بهبود اوضاع اجتماعی نمیبینیم، در حالی که همه اعتراضات سالهای گذشته، خصوصا سال گذشته و امسال، مسئله همین در واقع خواستهای اقتصادی و رفاهی و زندگی مردم بود، اون چیزی که در واقع جنبش 96 و 98 رو سامان داد و بعد حرکتهای اعتراضی کنارش بودن و این جنبش که دیگه فراتر از مسئله اقتصادی خود حکومت رو نشانه گرفت و نشانه‌ای که این حکومت نمیتونه بازتاب موقعیت کنونی باشه، در شرایطی که ما یک جنبش عظیمی رو در 4 ماه گذشته در سراسر کشور دیدیم، همچنان جمعه های اعتراض در زاهدان و بلوچستان ادامه داره و حرکت های کارگری در حرکت مخابرات، کارگران مخابرات، نفتگران، بازنشستگان رو ما دیدیم و شعارهای شبانه بود، شعارهای دست نویسی ها و دیوار نویسی ها و ابتکارات مختلف. حکومت دست به تشدید سرکوب ها و در واقع امکاناتی زده که اصلا برای بسیارانی شاید عجیبه، یک خودکشی خودشو نشون میده، ظاهر اینکه ضعیف و حجاب ها رو هم در واقع کاری نداشته باشید در چارچوب انقلابن، الان همون سیاست طالبی فشار بر رستوران ها، فشار بر ادارات، فشار بر سازمان ها رو برای اجرای مقررات آپارتاید جنسی سامان میدن. این تناقض رو چگونه میشه دید؟ اون عقب نشینی های اولیه و باز تشدید در واقع شعارها و اقدامات سامان دادن یک آپارتاید جنسی و مذهبی علیه مردم، سامان دادن
یک در واقع بودجه‌ای برای تمام این سازمان‌های سرکوب، اهم از تبلیغاتی تا سرکوب نظامی. شما چگونه می‌بینید این رو؟ ببینید در مورد این حجاب، این نکته رو من اشاره بکنم که مسئله‌ای که الان رژیم در دستور کارش قرار داده، خود دستاورد به اصطلاح اونا کشف حجابه، پوشش آزاد و برداشتن اون چادر، اون به اصطلاح شاخصهایی که حکومت بر مبنای اینا به عنوان قانون تا حالا حکومت میکرده و مطرح بده. پس بنابراین یه دستاورد بزرگ جنبش از جمله دستاورد هاشه به دست آورد که زنان در عمل منتظر هم نمونه قانونی مثلا تصویب بشه یا دولتی عوض بشه یا هرچی، در خود حرکت اجتماعی به هم دلیل خصلت اجتماعی این انقلاب مهم بود و هست در این حال که خصلت های دیگه هم داره، بچه انقلاب اجتماعیش مهمه و هم این اجرا شد. حالا رژیم که فکر میکنه که یه مقدار تونسته مثلا اوضاع رو، اون خیابون ها رو از اون کنترل در بیاره یا شرایط رو، این به اصطلاح تصور داره که البته 90% هم ادعا و بزرگ نمایی هست، چون هی میخواد با سیلی صورتش رو سرخ نگه داره و روحیات دیگران و حامیان خودش رو تقویت کنه و روحیات جامعه رو بگه من مثلا موفق شدم و اینا، تو دنیا هم بگه ببین شکست خورد پروژتون تو اتاعتون میگه دیگه، این اصلا تم تبلیغات چی. پس چون چنین هدفهایی رو 90% هم کازه، پس کالای قاچاق هم میکنه، ولی خب به هر حال با توجه به اینکه سرکوب بسیار عریان و وحشتناک بود تو جامعه، اون حرکت های اعتراضی خیابون ها رو نتونست تمام بکنه، وجود داره الان اعتراضات به اشکال مختلف علیه همین حاکمیت، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتوری و خیلی مسائل و شعارهای ساختار شکن داره داده میشه، منتها اون شکل خیابانیش یه مقدار به هر حال کشتار و فلان و فشارها و بعد اون اعدامها و ماجراها، اون به اصطلاح شدت طبیعی است که نمیتونست اون شدت رو داشته باشه مگر اینکه بخواد خیزش های توده میلیونی خیابان ها اتفاق بیفته که حالا بحثش جداست، که بتونه توازن قوا رو در همین لحظه های کنونی دگرگون کنه. خب وضعیت اینطوری نبود، چنین تصوری هم نبود، اونایی که ارزیابی میکردن مسائل رصد میکردن چنین توهمی نداشت، البته غیر از اون رسانه هایی که خیلی به هر حال دارن مبالغه میکنن، آرزوهاش رو بیان میکنن به جای اینکه واقعیت ها رو تحلیل کنن، خاک میپاشن. خب اون یه داستان دیگه است، اونا دنبال یه پروژه هستن، دنبال تحلیل دیدن واقعیات و بعد روندهایی که در درون این جریان داره و ریتم و پیشرفت‌های سنجیده و محکم پاهاتو جای بسیار محکم میذاره، نه جای خالی و حفره‌هایی که فرو میره. خب اونا لحظه‌ای فرق میکنه ولی مستقل از اونا رژیم حالا بخواد اون کشف حجابو که به قول خودش این اصطلاح داره که جنبش به دست آورده پوشید، بخواد اونو باز پس بگیره. به همین دلیل کلیه اقداماتش الان متمرکز به این کرده که بقیه رو، یعنی همون مثلا حجاب معنی اینکه دیگران که خامنه‌ای هم گفته بود اینا، اینها رو فعلا در دستور کارش قرار نمیده که به عنوان مثلا اخراج کنن، مثلا بگیرن ببندن الان به اون معنا. فشارهای خفیف دارن ها ولی نوک حمله شون نیست، نوک حمله رو این قرار دادن چون فکر میکنن که این یعنی این که از شکست کامل، یعنی این که اصلا خود اینها به عنوان آرم، به عنوان دکور هستن، اقتدار حکومت در هم میشکنه. نماز شما ببینیم که تو مساجد آخونده ها، امام جمعه ها دائما روی این مسئله میگن که این به هر حال خیلی مهمه، از نظر حجاب داشتن و مثلا بی‌حجابی قابل تحمل نیست برای ما و همون دلیل اینها اینو سعی کردن متمرکز. پس بنابراین در مورد حجاب، کشف حجاب و الان هم شروع کردن، مثلا در شیراز فرمانداری گفته و جاهای دیگه، قبلش مشهد و جاهای دیگه هم دارن همینطور اجرا میکنن، یعنی مثل آزمون و خطا است، دارن جاهای مختلف اجرا میکنن که تعمیمش بدن روشنه، مثل بخشی از کارهایی که رژیم میکنه مثلا در فلان استان میکنه بعد میگه اینو تعمیم میدیم مثلا یارانه یا چیزای دیگه. این تجربه رو دارن اینجا هم پیاده میکنن که هر کس که به هر حال کشف حجاب بکنه، اون مغازه دارا، اون دکانداران، اون کسبه و اون ادارات و هر جا بانک ها، اونها مسئول هستن و باید پاسخشو بدن، توانشو بدن. البته خود اینها جرم جریمه داره برای خودشون و حتی
در ادارات جاهای دیگه اینا اجرا بشه، میخوان به اونجاها برسن که حتی شغل و درآمدشون همه اینها رو متوقف کنن. این رژیم میفته به جان مردم زندگی. وقتی جامعه شعار زن زندگی آزادی هم تصادفی نیست، چون رژیم چنگ انداخته به خود زندگی، خود زندگی رو در به اصطلاح وضعیت اختناق قرار داده، خفه میکنه. خب اینم نمونه هاشه، یعنی این تاکتیک ها، این حرکت ها اون روح به اصطلاح درومایی هستی شعار انقلاب رو قشنگ بیان میکن. شعار شعاری نیست که همینطوری اومده باشه، شعاری است که از زندگی، از تجربه، از واقعیت های عینی برخواسته و به همین دلیل فراگیر هم شده و همه میبینیم. خب حکومت الان این کار داره میکنه و میبینیم که مطرح کرده که مردم رو به جون هم بندازه، به این شکل که مثلا منافع کاسبا رو از نظر اینکه دکان رو سخته میکنیم، پلم میکنیم و کردن. یکی هم در همین شیراز دوباره به من یه نمونم زرشست رو چوندن کردیم و اینها رو به اصطلاح وادار کنن که خود بخشای از مردم که اصلا با هم نیستن، مخالف نیستن، همون کسبه هم اعتراض داره، اعتصاب داره، نمیخواد این کار اتفاق بیفته، روشن شده مثلا اصلا، ولی اینا رو با این رژیم افتاده به چنگ، اینا رو به جون هم بندازه. یا مثلا نماز مطرح کرده، الان خامنه‌ای اومده صحبت کرده، وزیر کشور اومده گفته نماز به عنوان شاخصی است برای مسئولیت دادن در نظام اسلامی. فکرش بکن هر کس نماز خوب بخونه، با قرائت بخونه، خوب سجده، رکوع اینا رو انجام بده، بهتر مسئولیت میگیره. ولی وزیر کشور گفته بوده شاخص مسئولیت نماز، و همین دلیل بعد جوانان فلان همه اینا تو مدارس خامنه‌ای گفته مخاطب من اینا هستن، شورای انقلابی اونها، نماز، همه اینها، اینا باید این نماز جا بندازن. یعنی میخوان اون نسلی که خیزش کردن، شورش کردن، سر به راه کنن، یعنی حکومت اسلامی. حالا این مسئله از نظر اینه که رژیم فی‌الواقع اینطوری نیست که مثلا اینها رو قبول داشت و قبلا هم میکرد، نمیکرد، ولی الان به عنوان هویت سازی یک رژیمی که میخواد خودش رو حفظ کنه و با این مختصاتی که داشته باید هویت سازی بکنه، مرز بتراشه، دیوار، تا خودش حفظ کنه، چون حکومت خودش رو بسته و هی باید دفاع کنه، حاضر نیست به جامعه تن بده. خامنه‌ای گفت من تسلیم نمیشم و جامعه باید تسلیم بشه. به همین دلیله که شروع که هویت سازی، یعنی همون هایی هم که اصلا در شرایط متعارف غیر عقلانی، و خودش هم نمیگفتم لا اکراه فی الدین دیگه، این هم دارن، معروفه لا اکراه فی الدین، ولی همین اکراه فی الدین الان عکسشه، باید با زور. چرا؟ برای اینکه برای ساختن، به همین دلیل دین همه اینا ابزاریست برای حفظ هویت، برای حفظ قدرت، حفظ منافع، و اینها به شکل ابزاری با نماز، با دین، با نمیدونم همه قوانین شرعی که وجود داشتن، باورم داشتن، ولی حالا فراتر میره، تبدیل به ابزارهای واقعا بقا، زندگی، سرکوب. به همین دلیل ابزاری برخورد کردن خودش، ولی اینو متوجه نمیشه که ابزار برخورد کرده با دین به این شدت، یعنی چوب هر راد زن به خود دین، به همونهایی که وجود داره، به همون نهاتا، فاصله گیری. از همین ماجراها ببینیم که اتفاق میشه، ولی چون مسئله مرگ و زندگی در شرایطی که شما دارید غرق میشید یا زیر فشار قرار دادید، مجبورید چنگ بزنید به اون هویتاتون، یا باید خودتون رها کنید که بی‌هویت بشید، خب یعنی در هم بشکنید یه جور دیگه، یا باید این کار رو بکنیم. چون اینا در یه دو راهی قرار گرفتن، میگن که الان وضعیت موجود هم بدیم که ما از دست میریم، ولی سرکوب به کار میگیریم، شاید شانسی برای اینکه بتونیم بمونیم پیش بریم، اون پلهای پشت سر رو خراب میکنیم مثل اون فرماندهان که راه عقب نشینی نداشته باشیم بریم. یعنی این مسیر انتخاب شده وسیله حکومت. توی این بحران، یعنی شما در رابطه این بودجه‌ای که هست و راه‌حل‌هایی که هست، ما شاهدیم که اینها یه در واقع قیمت 80 دلاری گذاشتن روی مسئله نفت، حداقل 1.5 تا 2 میلیون بشکه میخوان بفروشن، و ما میبینیم که تشدید شده خود جهتگیری‌های چین برای نزدیکی به سعودی و در واقع کشورهای خلیج تا حدی، و خود وفور تولید و خرید نفت از روسیه تا حدی ایران رو تضعیف میکنه، با توجه به فشارهای بزرگی هم که میتونه علیه چینی ها باشه که بزرگ برمان بزرگترین خریدارش هستن، و محدودیت های ایران هم در واقع جمهوری اسلامی هم مدام در حال افزایشه. شما میبینید که در عراق
رئیس نخست وزیری که با فشار خود حکومت اسلامی و باندهای همراه او بود داره شیفت میکنه به طرف آمریکا و خواهان ادامه حضور اونا و حتی ادامه حضور افزایش حضور آمریکا توی عراق و آموزش دادن نیروهای مسلح شده و میبینیم در بقیه کشورها این قضیه مدام در حال در واقع اجراست. محدودیت های بین المللی اینجوری، تحریم های بزرگتر و هرچه وسیعتر اروپایی رو ما علیه رژیم ایران شاهدیم که نشون میده که آینده حداقل سال آینده آینده بسیار بسیار محدودتری برای حکومت خواهد بود. توی این شرایط ما میبینیم که قیمت ها به طور وحشتناکی در حال افزایشه، مردم سطح زندگی مردم وحشتناک سقوط کرده و سفره ها خالی تر شده، بسیاری از کارخانجات به واسطه نداشتن گاز و سوخت در واقع تعطیل شدن، به لحاظ نداشتن مواد اولیه تعطیل شدن و ما مجموعی از فلاکت و بیکاری و گرسنگی رو برای سالی که در پیش داریم میبینیم و اینجا کنارش بودجه دولت هست، دولتی که باید به مسئله رفاه و زندگی مردم و این چشمندازی که هست بپردازه. میبینیم شاهد همونجور که اول برنامه گفتم شاهد افزایش در واقع بودجه های سپاه و ارتش و خصوصا نیروهای تبلیغات اسلامی و روحانیت و باندهای مختلفی مثل اون چیز مصباح یزدی که بنیاد اون و بنیاد جامعه المصطفی و امثال هم هستیم. چرا این تناقض این گونه هست؟ اینجوری شما میبینید؟ چشمنداز رو شما چطور میبینید؟ اگر کوتاه بشه بگید. در مورد بودجه که خب معلومه با کسری خیلی کلانی هست، به اضافه از صندوق ذخایر ارزی بخشش رو قرار شده به صورت خودویژه که امتیاز ویژه است به این دولت داده، خامنه‌ای اجازه داده برداشت کنن و در مورد نفت هم حتی خود قالیباف هم اومده، قالیباف ببین آش اینقدر شوری که خان خودشون ده مصوبه رئیس مجلس جز سقوبه ها هستن میشنن تصمیم میگیرن رفته، ولی با وجود این گفته که اون قیمت های واقعی بازار خیلی از این قیمت هایی که شما برای چیز گذاشتید پایین تر، همین الان پایین تر میخوان تصمیم کنید این کسری بودجه چی میشه. ولی بحث اینه که اساسا این حکومت ها با کسری بودجه، مخصوصا این دولت با کسری بودجه اصلا زندگی میکنه. کسری بودجه یعنی شما بار مالیاتی اضافه بر جامعه، یعنی مالیات مخفی، مالیات غیر رسمی میندازید، چون نمیشه اونا که میگن رسمی یا فراتر 50% 60% الان مثلا آماری که اخیرا 50% مرکز آمار داده، به اضافه 70% نقطه به نقطه نزدیک 70% قیمت های مثل خورد و خوراک ایناست، یعنی سبد. خب در یه چنین شرایطی بودجه در واقع یعنی که شما دولتی رو که قسمت اعظم مسائل مالی و کشور و سرنوشت و همه اینا در دستشه، شما این نهادها، این اقتصاد، این درآمدها همه از این کانال تغذیه میکنن، مثلا همین مساجد، همین مثلا روحانیت، تمام این چیزهای امنیتی تبلیغاتی، مثلا 23 تا فقط نهاد تبلیغاتی دارن اینا، همه اینا کارمنداش بخور بخور، یعنی خود طبقه و اون طبقه ممتازه و این سرکوبگران این وسیله معیشت چرخششونه. این بودجه رو از دوش مردم مثلا میندازن اونجا، فشارشو کارگران، زحمتکشان، جامعه بد بده و مالیات هم یک وجهشه که شدیداً دو برابر بیشتر کردن در شرایطی که بحران هست، در شرایط تورم هست، در شرایطی که رکود هست، همه چی هست. در این شرایط معمولا سیاست باید انبساطی بشه، ولی برعکس. خب ببین شما تمام فشارها رو منتقل کردید، تازه اینا رو هم که کردید تمام اینا رو متوجه کردید که افزایش بودجه رو به تمام نهادهای سرکوب سپاه در درجه اول، تمام نهادهای امنیتی، صدا و سیما که تبلیغات بوقشونه، همه اینا فربه میشن به شدت، حتی از میزان تورم خیلی بیشتر بودجهشون شده. برعکس تمام اونهایی که به اصطلاح زحمت میشن طبقه پایین، همه یعنی 90% جامعه، کل جامعه، اینها چیکار میکنن؟ اینا تماما باید این فشار رو بر دوششون هم کنن، قیمت ها همه اینا بر اونا تحمیل میشه. این
پس بنابراین بنا باز توضیح ثروت قارت جامعه به سود طبقه ممتاز حاکمیت از طریق بودجه داره صورت میگیره و بعدم انتحار هم هست، یعنی به این معنا که رژیم به هیچ وجه همون هویت سازی که اشاره کردم، زرقاوی اومده مثلا وزیر میراث گفته من میخوام این مقدار توریسم و فلان 51 تا کشورهای روادی یک طرفه حتی، یعنی بدون اینکه اونها متوافق بشن بیان میخوره مردم شاداب بشن، میگه کارکاسبی راه بیفته چون وزیر میراث اونم دکانشه، حالا کامل راکته به هر حال زینف هم هست. اینا رفتن با وزیر امور خارجه از جمله روسیه توش بوده، تو نشستن تو دولت تصمیم گرفتن که یک گشایش ها ایجاد کنن، جز این دو نفر بقیه کابینه همشون در بس علیش رای دادن، شکست خورده اونو گزارش داده. پس بنابراین حتی اینا نمیتونه از روسیه هم خاطر این که با این حجاب و وضعیت و مشروب و اینا نمیتونه جور در نمیاد، در اینکه با انتحار خودکشی به ایرانگری در ذات اینه و مثلا بستن همین سایت ها فضای مجازی میلیون ها شغل از دست دادن، همه ناراضی هم دارن فرار میکنن، استارتاپ ها میرن تو ترکیه، همه اینا رو میبینن، یه فاجعه فروپاشی شدید از هر لحاظ داره اتفاق میفته. رژیم عین خیالش نیست به خاطر اینکه اونها رو در خطر میبینه، جز بقاش نمیتونه، برای بقای خودش فکر میکنه باید این کارا رو بکنه و میکنه نابودی و اینا سرشکم میشه، دولت هیولاوش به مردم سرشکم میشه. پس بنابراین بودجه در واقع، و بعدم حالا در مورد کارگران صحبت میکنیم، این مثلا تورم اینا جداگانه که چگونه اینها رو هم بهانه میارن که اگه مزد شما رو بالا بیاریم تورم میره بالا، در حالی که اصلا از جای دیگه تورم اصلا کسری بودجه و بخور بخور مسائل دیگه داره میره، تمام اقتصاددانان میگن یعنی با یک واقعا ادامه و تشدید یک سیاست ویرانگری و انتحار روبرویم و در این حال یک سیاستی که تبعیض سازمان یافته یک اولیگارشی یا یک مافیای روحانی امنیتی رو در واقع به هزینه مردم داره اونا رو فربه میکنه و جامعه ما رو در واقع از به طرف نیستی و نابودی و فلاکت سوق میده، چیزی که حتما باید ما باش در دور بعد صحبت کنیم. یه چند کلیپ رو تماشا میکنیم و برمیگردیم. راه رفت بر نگردم تا روز کوچه باسمان. شادمان مردم به پا خیزید برای تمام زندانیامون، برای بچه های توی بندمون، برای تمام کسایی که فریاد عدالت بودن. ساکت نشید، ما به خیلی بده خواهیم. تمام تک تک این شهرهای معصومی که میبینید به خاطر اعتراض کشته شدن. باعث اسلام امن محبوبین البنیان داشی محسینی مظلوم زندانی سیاسی نزیک حد مانده به آقای من جلال قصیان فدیدی که زریان دی به خبرین و خوشم نخوشم کناتوانم دق قدم با گوسانی نبیناتوانم برم مرد کم نخوش سکته مخزیلی دوام ده حقوقی دوام ده سازمانی حقوقی بشریه
و قوه قضاییه که بتوانین کاریک اوانی که کاری چانه دستی ده و من زمدن الحانه کانی زور یعنی بخبری زور نگرانی بخوشتان دزان اما دای چین دای یعنی سی باب یعنی سی دای کباب زخمیه با اولادی و هست کسی چی دی کرده اوانی دی کش هفرقانی با من الحانه کانیش خواهشتم ل اوانی که کاری چانه دستی ده کاریک من بوب کن و بتوانی این قصران دگب کن یا تلفون یگان اخم بیان بینین الملاقات یک زای ما و اختیان یا تو زوریان بی نگرانی دستو خوش بی اگر کاریک من بو انزم ده با درودهای مجدد به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشم‌اندازها. در این بخش به مسئله بحران اقتصادی و مسئله معیشت، جنبش اجتماعی و در واقع خیزش انقلابی مردم ایران نگاه کوتاهی میاندازیم. ما شما در جنبندتون گفتی در رابطه با مسئله معیشت، ما الان خب شاهد اعتراضات کارگری گسترده تری هستیم. توی این هفته حداقل در هر روز بیش از 7 حرکت کارگری رو ما گزارشاتش رو دیدیم. حرکت‌های اعتراضی مثل مخابرات در سطح سراسری یا نفتگران رو دیدیم در چندین نقطه در واقع انجام دادن. بازنشستگان همینطور. و ما شاهد حرکت‌های اعتراضی توی این زمینه هستیم که معیشت، مسئله معیشت رو جلو آوردن. بعد در این حال سیاست انقباضی حکومت داریم که بیش از 20% نمیخواد به اصطلاح دستمزدها رو بالا ببره و این در حالی که حتی همونطور که شما خودتون هم اشاره کردید نقطه به نقطه سبد خوراکی 60-70% افزایش پیدا کرده. خود در واقع هزینه ها به طور کلی 50% افزایش پیدا کرده. توی شهرهای بزرگ خصوصا شهر تهران مسئله مسکن که اصلا به یک چیز غیر قابل واقعا دسترس داره تبدیل میشه. چگونه میشه این جنبش اعتراضی چگونه میتونه از این در واقع جنبش انقلابی میتونه از این جنبش معیشت بتونه در واقع بهره بگیره، بتونه یک سیکل در واقع نیرودهنده به این باشه؟ چگونه شما این رو ببینی؟ آیا اصلا این امکان هست جنبش گرسنگان و جنبش معیشت در واقع موتور حرکت انقلابی باشه که ما در چشم انداز داریم؟ ببینید مسئله که الان مطرحه اینه که بحران اقتصادی به شدت در حال گسترش، یک مسئله است. و مسئله دیگه اینه که با وقتی نگاه میکنیم به حرکت‌های چند سال اخیر، حرکت‌های حالا و حالا که الان مخصوصا داره اعتراضات اینطوری شروع میشه، یه رابطه اینطوری میبینیم که موقعی که مثلا جنبش های مطالباتی تو خیابان ها مطرحن یا به هر حال در سطح کارخانه ها و خیابان ها خیلی جا شرکت میکردن بیرون از کارخانه، مطرحه با اون موقع موقعی بوده که خیابان زیاد مطرح نبوده. برعکس موقعی که خیابان خیلی مطرح میشه، یعنی حالت مثلا قلیان پیدا میکنه و شرایط اونطوری میشه انقلابی، اون 2-3 ماه اول در نظر بگیریم، میبینی که مطالبات اون شدت قبلی رو نداره، معلمان فلان یا عوامل مختلفی داره. یک رابطه ای به لحاظ تناوب بین اینها میبینیم یه فاصله هست. این یک مسئله. حالا اینا رو من بگم عنوان فاکتایی که میخوام ازش نتیجه بگیریم. مسئله دیگه اینه که ما یک نقطه دیگر هم در نظر داریم اینجا. ببینیم که انقلاب به خاطر اینکه بتونه موفق بشه پیش بره، هم اعتصاب سراسری لازمه، هم خیابان توده‌ای شدن. این هم هست و از قضا یکی از دلایل اینکه الان ما با یه مسئله ای که نتونستیم خیلی سعودی بریم جلو به خاطر اینکه این دوتا با هم انطباق ندارن، یه فاصله هایی هست، اینجا یه مسائلی هست، یه مشکلاتی هست، یه گیرهایی در کاره. همینطوری نیست، اینا رو بعد گذاشت یه ذره بین تحلیل کرد ببینیم چی میگه خود جامعه، وضعیت چی میگه. وضعیت اینه از شعارهای انتزاعی را نمیشه در آورد. بله اعتصاب سراسری باید بشه، خیلی خوبه بکنیم، ولی نمیشه همزمان. همزمانی بسیار مهمه دیگه، نه تقارن. این دوتا با هم میتونه سرنوشت این جنبش رو از حالت تدافع به تعرض و رژیم از حالت تعرض و تدافع تعیین کنه.
این چه نقطه عطف مهمیه و بعد میندازیم سراشیبی و سرنوشت انقلاب چه بسا تو این مسیر تعیین بشه و رژیم. خب پس بنابراین در یه چنین بزنگاهی ما داریم میبینیم که این اتصاب اتفاق گرفته. این یک مسئله نیم. ولی از یه طرف مسئله سوم اینه که شعار زن زندگی آزادی این زندگی، اینها موج جدیدی از این انقلاب بود در موجهای قبلی در تداومش. من اشاره کردم قبلا یک دو سه چند انقلاب، این بحث دیگه است که اصلا این رژیم و با این ساختار با این حرکت ها با گذشتش با این که از دل انقلاب اومده و مسائل بسیار متعدد و تضادهای درونی و زیست بحران، چون در بحران زیست میکنه، با یک ضربت نمیشده، جامعه اصلا آماده نداشته چنین انسجامی. بعد ولی موجها میان به هم نزدیک میشن، فاصله شون کم میشه، ابعاد زیاد میشه، آخرینش موج زندگی آزادی با پیوند خیلی از مثلا نیروهای جدیدی که آزاد شدن با هم تنبستگی ایجاد کردن. یکی از شاهکارهاش این بود دیگه، نه تبعید شدگان کنار هم گرفتیم. ولی اینو باید بدونیم که مسئله معیشت در کنار همه اینا، در مسئله اقتصاد، مسئله بسیار مهمی است. اگر اون هنوز به اون مرحله نرسیده باشه که جامعه زیر پاش اینا داغ بشه که وارد خیابان بشه، چون داره داغ میشه دیگه، نه وقتی پا میسوزه جامعه و میبینیم داغه دیگه، تورم هم که پدیده ایه، زندگی گوشت همه کم، این اگر به اصطلاح نباشه خب طبیعتا ارتباط پیدا نمی کنه مسائل مطالباتی بی واسطه با سرنگونی با قیام. پیوند این های پیوندیست که باید شکل بگه، همینطوری نمیشه به شعار ارتباط داد فقط. این هنوز ارتباط برقرار نکرده جامعه، یعنی مسئله مطالباتش تبدیل بشه با انقلاب پیوند بخوره. از کجا میگذره؟ از همین بحران معیشت میگذره. ما الان مثلا این هفته دیدیم جوانها تکشوشانشون میدونه در شرایط که رژیم دیکتاتوری اعلام کرد، حکومت نظامی، کسی جرات نمیکنه تو خیابان باشه، پدرش در میاره شلیک میکنن، چشمشون رو همین دستگیری های وحشتناک همه رو میگیرن، یه چیز وحشتناکی مثلا رژیم. ولی میبینی که درست از مجرای دیگه، از کانال دیگه، از مثلا همه مطالبات، مثلا بازنشستگان جمع میشن و شعارهایی میدن، وزیر لیاقت، یعنی تجمع صورت میگیره تو همین خیابونهای جاهایی در بیرون، تجمع صورت میگیره در شرایط اینطوری. چرا؟ برای که از یک کانال دیگه است، مسیری دیگه است و با شعارهای دیگه‌ای اونا بسیج میشه. پس بنابراین خود این که جامعه چگونه بسیج میشه، میانجی های ملموس چگونه بسیج کنه، مسئله بسیار مهمیه، تعیین کننده است و الان با انتظام اتفاق نمیفته. این کار الان مثلا یه سری از این معلمان و بازنشستگان زنان مثلا شعار میدادن که بسا تورم گرانی بلای جان ما، بلای جان ما، شعار بلند محکم و وزیر فلان استعفا فلان. ولی حالا این شعارش، من میگم همین شعار اگه تبدیل میشه به شعار فراگیر همه در شرایطی که زمین زیر پا معیشت گرانی وحشتناک داره به سرعت میاد جلو، رژیم در این حوزه هیچ راهی نداره و بنبست کامله میبینیم در چشمنداز. خب بحثش حالا ما نمیرسیم بکنیم، ولی چشمنداز که رژیم داره در آمد و مجموعش چین افقی وجود نداره، تمام اقتصاددانان میگن، یعنی خیلی اینو قبول دارن. پس بنابراین در یه چنین شرایطی اگر مسئله معیشت تبدیل بشه به اصطلاح شعارهای خیابانی، تبدیل بشه به ارتباطش با سرنگونی و نظامی که پاسخ نمیده، مثلا 10% افزایش حقوق میکنه در حالی که 80% 70% همون موقع تو منفی شدی نسبت به سال قبل در این نقطه، و تازه روندها داره میره، انان گسیخته قیمت ارز، تورم، یعنی اینطور نیست که بمونه، که تصاعدی میره بالا. پس بنابراین با یه چنین چشماندازی معیشت وقتی وارد بسیج بشه، یعنی ارتباط پیدا کنه خیابان، و بعد از اونجا که اینم این انقلاب خیابان هم از بین نرفته، وجود داره، مثل شعله هایی که همه میگن، خودشون هم میگن همچنان هست، رژیم هم میدونه اینو، به همین دلیل آتش بس نمیده، شعارهای شبانه، شعارهای دیگران هر لحظه میتونه گور بگیره و میگیره. پس بنابراین ما باید ببینیم فاصله اینها کم بشه، پیوند اینها برقرار بشه، دو تا راهبرد اصلی که اتصاب سراسری باشه به اینها. خب اینها میتونن به هم نزدیک بشن اگر هوشیارانه حرکت کنیم، اگر سنجیده هم حرکت کنیم، اگر نیروهای بسیج، عامل بسیج، واقعا بسیج کننده
وارد بشن مطالبات، به نظر من معیشت، عنصر معیشت هم به مسئله زن زندگی آزادی این حلقه در سطح وسیع به هم پیوند بخورن، ما میتونیم یک به اصطلاح وضعیت رو در چشمانداز متصور بشیم. منتها خب اینو باید دید، یعنی با پیشبینی ها فقط نمیشه، باید دید رسد بعد که از زندگی شرایط چجوری پیش میبره. ما مسئله در واقع دوره این انقلاب 4 ماهه‌ای که ما درش هستیم با شعارهای زن زندگی آزادی، سقف و کتاب و گندم، قدرت به دست مردم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، سپاهی بسیجی شما شمایید و کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران و همبستگی ها و چیزهای فراوانی رو دیدیم. جنبش انقلابی که روسری ها رو در آتش سوزوندن، نمادهای حکومتی رو در واقع زیر پا گذاشتن، شعارها و ابتکارات عظیم و درخشانی تو این 4 ماه تولید شد. جنبشی که یک باره که با مرگ در واقع دلخراش و در واقع کشتن دلخراش مهسا آغاز شد، انقلابی بود که برای خصوصا جریانی که اصلا ضد انقلاب، ضد هر گونه تحول انقلابی، تحول از پایین بود و می ترسید از پایین در واقع، و شگفتی برای اونها آورد و شگفتی برای کل جهان. یک بار ما شاهد یک ابتذال مجدد از طرف جریان در واقع سلطنت طلبا و جریانات راستی هستیم که قبلا از طریق ملاقات با مکین و ملاقات در واقع قرارها با ترامپیست ها و اینها خواهان بمباران ایران بودند، خواهان اقدامات تحریم های گسترده تر علیه ایران بودند و بیش از اون از طریق روابطشون با سپاه و بسیج و درخواست ها برای اقدامات در واقع نظامی میخواستن بگونه ای قضیه رو پایان دادن به حکومت رو تسریع کنن که برای بازگشت. الان ما به قول یک بیماری دیگری، بیماری دیرپای سیاست که همش میخواد از بالا همه چیزها رو سامان بده، روبرویم که مسئله وکالته، همونجی وکالت و رای رایا، ما یک بار با این روبرویم و این چیزی که برای بسیاران این سوال رو به وجود آورد و این شک و که به جای بحث کردن و تلاش برای پیدا کردن راهی برای گسترش جنبش انقلابی، برای اینکه بتونه خارج از کشور خصوصا به مسابقه صدای داخل، دفاع از داخل در بیاد، به عزل نشان دادن جریان دست راستی تبدیل شده که میخواد خودش رو جانشین این در واقع حکومت اسلامی بکنه بر پایه ها و هزینه های انقلاب مردم. شما چگونه میبینید؟ ما هفته پیش در این رابطه صحبت هایی کردیم، جنبه های مختلفی از این مسئله وکالت رو برشمردیم، پیوند های این جریان رو با دست راستی ترین جریانات نظم بین المللی کنونی گفتیم، اما به جنبه های دیگری از این قضیه، اصلا این مسئله وکالت، رابطش با انقلاب مردم، این رو چگونه شما میبینید؟ آیا واقعا این به قول، چون برخی بر این نظرن که اعلام این قضیه، این تاکتیک تا حد زیادی یک سکته‌ای به جنبش انقلابی وارد کرد و سکته نالازمی که در واقع فقط به نفع جمهوری اسلامی و نظمیه که امروز این فجایع رو در جامعه ما داره به وجود میاره. ببینید، در مورد رابطه وکالت و انقلاب، خب اینا، این وکالت میخواد انقلاب رو مصادره بکنه
تضاد وجود داره کاملا بینشون. انقلاب اساسا نمایندگی ناپذیره، انقلاب اساسا وکالت ناپذیره ذاتنا. مهم نیست وکالت اصلا راست باشه، چپ باشه، سمت طرف باشه، در این صحبت که دارم میکنم مستقل از اینه. حالا اینا اومدن رو صحنه، هیچ انقلابی، مگر اینکه انقلاب مصادره بشه، مگر اینکه انقلاب بروکراتیزه بشه و چاشنی اصلیش بیرون کشیده بشه. والا انقلاب یعنی اقدام مستقیم و کنشگری مستقیم توده ها، موقعی که تمام راه های دیگه بسته میشه، یعنی همه اینا، همین وکالتی ها، همین میانجی ها، همین مثلا بروکراسی ها، نهات ها، گراش ببون بس میرسن، کاری نمی کنن. وقتی همه این راه ها بسته بشه، زندگی در خطر قرار بگیره، چون زندگی مهمترین مسئله است برای بشر که ادامه بده دیگه، موجود زنده است، میخواد زندگی کنه. این زندگی وقتی در تهدید قرار بگیره، انقلاب میبینی برای شکستن ساختارهای صلب قدرت و اون محفظه‌ای که داره خفه میکنه اتفاق میفته. این اصلا. پس بنابراین انقلاب یعنی اقدام مستقیم و دموکراسی ناب. اینجا میشه مطلق به طور نسبی گفت، یعنی خود توده ها و توده‌ای بشه انقلاب، به معنی که خودشون نقش آفرین هم، خودشون میسازن، خودشون مؤسسن، خودشون آغاز کردن، خودشون مثلا روابط اجتماعی یا قراردادهای اجتماعی نوین رو تأسیس میکنن. انقلاب ها هم میشین دارید یه تأسیس کردن. پس بنابراین انقلاب در تضاد ماهویه. منتها دیگران که کنار نمیشن، اینو قبول نمیکنن، که چون تمام تلاش های اینه که انقلابی رو که خطرناکه، دموکراسی مستقیم، خود مردم بیان خواستاشون رو، این که نمیشه بعد کنترل کرد، بعد شکل داد، تمام جریان ها وارد میشن، از جمله قدرت های خارجی وارد میشن، به خاطر اینکه در انقلاب بهمن 57 میخواستن شکل بدن، اما تا با خمینی هم نشستن تو گوادلوپ ولی نشد به دلایل، ولی تمام تلاششون این بود، حتی ارتش اون موقع با اونها بود، اونها رو بیطرف کردن. حالا برعکس سپاه میبرن لیست تروریسم، یعنی شرایط هم یه جور دیگه، ولی روح قضیه گوادلوپ دوم هم وجود داره در این وسط. چرا؟ برای اینکه ایران کشور استراتژیک در موقعیت ممتاز، البته اینا از هیچی نمیذارم، ولی کشوری که موقعیت استراتژیک داشته باشه در آب منابع و تاثیرگذاری، به هر حال از یه چیز داده است، داده عینیه، ژئوپلیتیک کارش نمیشه کرد، داره، اینا بیکار نمیشینن. اینا برای اینکه نظم جهان وجود داره، منطقه وجود داره، منافع وجود داره، رقبا وجود داره، همه اینا وجود داره، اینها میبینی که شروع میکنن به چارچوب دادن، چون انقلاب هم اتفاق افتاده، وقتی نیفتاده باشه مثل بهمن هم اتفاق نیفتاده، اون کاری نمیتونستن بکنه، شاه هم سر جاش بود، ولی چرا بردن؟ به خاطر اینکه دیگه نمیتونست بمونه، دیگه نمیتونست مسائل نظام و مسائل اون حل کنه، در نتیجه فکر کردم باید اینطوری حل کنن. حالا بعدا تجربه دست بردم خیلی مسائل اتفاق افتاد، کاری ندارم بگم، ولی مسئله ای که اینجا اتفاق افتاده اینه که شروع کردن این که پس بنابراین از درسی که اونجا گرفتن قدرت های بزرگ، میبینی که بیخود نیست که من با اپوزیسیون مثلا ملاقات میکنم، با مسیح ملاقات میکنم، اون یکی با علی نژاد ملاقات میکنم، اون یکی با مثلا فلان فرد ملاقات میکنم، رؤسای جمهور را افتاد با آدم های این تیپی. ببین مسئله بر سر این هستش که اینا میخوان بیکار نمیشینن و نظم میدن به هم، این یک طرف. دوم مسئله اینه که خود جنبش هم میگه دشمن ما در داخل همین جاست، این هم یه واقعیت عینیه، که برای اینکه مسئله مقدم فوری جامعه رهایی از دست اینه، و خود جنبش هم میگه که سپاه دانشیش داعش ما شمایید، سپاه بسیج داعش ما شمایید، یعنی به دنیا و افکار اون فشار وارد میکنه که به اصطلاح داعش هستش سپاه، با این نمیشه گویی که ولیعت به اونا دخیل بسته بود، یکی از اون دفعه هم صحبت کردن چهارتا میگن یکی شب دخیل بسته به اونا بود، ولی همین اونم معلق زد به خاطر اینکه اروپا مجبور شد، یعنی منافعش ایجاد کرد که در شرایطی که اینطوریه و در شرایطی که اوکراین وجود داره نیست مثلا تروریستی رو قرار بده سپاه دوش و قرار داد، خب اینا معلق زد، در حالی که در گذشته کاملا به اونا پیام فرسته، الان هم همون موازی داره، اون تا به لحاظ تاکتیکی اینو حاضر شده که همراه با اینها بکنه، چون میگه که با اونا باید میشه امنیت رو تأمین کرد، با سپاه، با نیروهای بسیج ولیت گفته رسما. پس بنابراین اینا بخیل بستن به اونا، دخیلیشون سر جاشونه، و میگن که با کمترین تکان و حفظ امنیت بعد از اینکه رژیم بره که میخوایم بکنیم، ما که نداریم ارتش، همینا رو باید بکنیم، گفته اینا رو.
ولی در این حال اونها که اومدن نظم بدن، اونا دیدن که دست‌آموزترین و بهترین، یعنی کسی که تو این شرایط انتخاب میکنن دیگه، تو گزینه‌هایی که بهشون نزدیکن تو اپوزیسیون، دیدن که خب اینو میشه کرد. البته اینم واقعیتی که سلطنت تاریخ کهن داشته در ایران و مسئله‌ای که انقلاب بهمن باش مواجه بوده، با بحران مواجه شده، به این معنا، به این معنا که انقلاب بهمن به هر حال یک تناقض بزرگی توش بود. اون تناقض الان منفجر شده، یعنی با ادامه انقلاب بهمن چون مسائل نشده، الان داریم میبینیم که داره باز میشه و باز هم خواهد شد. این بحران به این سادگی هم نیست. اون انقلاب یک وجه نفی داشت، منفی، علیه استبداد سلطنتی. خب این جنبه مترقی و جنبه خاص تاریخی مردم ایران بود که نظامی رو که حاکم بوده بعد مشروطیت رو در واقع خلعیت کردن و منحرفش کردن، از چیزایی که توش بود جنبه‌ای بود، البته فقط اینا نکردن، مذهبی هم توش بودن، ولی نظام سلطنتی اون رو توهی کرد از درون، استبداد سلطنتی که ما داشتیم، چه پدرش چه خودش چه همه اینا. پس بنابراین ما مسئله ای داشتیم به نام استبداد سلطنتی و این منفی قوی بود و تونست هم سرنگون کنه، ولی در جهت ایجاب اثبات توهی بود، توهی اثباتی مترقی خواهانش نمیتونست در صد توده میگم ذهنهای این یا اونو نمیگم، کلن در جامعه بحث، چون انقلاب با مسائل کلان سرکار داره، با آرایش مهم بزرگ سرکار داره. خب اینها نتونست، اینها جنبه های ایجابیش چی ایجاب بود؟ اون چیزی که روحانیت هژمونی داشت، دولت اسلامی که اونا خودش ناکجا آباد بودا، اصلا ما قبل پیش مدرن بود، ولی با وجود این چون به هر حال اونا رو داشتند و خمینی آورده بود اینا، اونها رو جایگزین کرد علیه به اصطلاح سلطنت که سرنگون شد، اینجا جاش شد. پس بنابراین ما با یک تضاد اینجا مواجه شدیم که جنبش همون اندازه که اونجا ترقی خواه بود، قاطع بود، در اینجا دستش خالی بود، واپسگیرایی افتاد به دام. امروز این سلطنتی که این مسائل حل نشده، از این فرصتی که ایجاب چیه؟ ایجاب همون زن زندگی آزادی است که باید بتونه کاملا گفتمان خودش رو صیقل بده که پر بشه این خلا، ولی تا اونجا هنوز نرسیدیم، میخوان سبقت بگیرن با قدرت‌های دولتی شک بدن به این روند، چون در انقلاب فکر میکنن دیر جنبیدن، در انقلاب بهمن درسی که میگیرن. پس برای وارد دخالت بود، پس برای ما در این حال که تمرکزمون بر روی رژیم باشه سرکوب، ولی در این حال باید بگیم در صفوف همونطور که خمینی اون موقع بود، در صفوف انقلاب هم ضد استبدادی، نه در انقلابی بودن، صفوف گسترده که علیه رژیم است، بعد سلطنت ها هم با خیلی ها دیگه درگیرن، متعز موضع خودشون، روکرد خودشون، از همین که میگه قدرت های بزرگ اینا رو بهشون به همین دلیل فراخوان میدن. رضا پهلوی هم میتونه کاملا با اونا کار کنه و میکنه و سعی میکنه که نقش آفرینی کنه در شکل گیری این بدیل، و این درگیری ها شروع شده. هوشیاری خیلی خوبی میطلبه که در این حال که ما از فشارهای جهانی باید استفاده کنیم، ولی باید خونسا کنیم این گواتلوپ دوم. گواتلوپ دوم من گیومه دارم میگم به خاطر اینکه یعنی همون نقش و همون قدرت ها و هیچ وقت نمیتونن بیتفاوت باشن، وارد شدن الان. دلیلش هم اینکه خود انقلاب ایرانی که رژیم زیر فشار بود، یکی مسئله اوکراینه که ایران دست به لانه زنبور برده، با اروپا داره میجنگه. یعنی به همین دلیل در مجموعاً، حالا من کوتاه میگم اینو بعد بعدم بیشتر تفصیل باز کنیم، چون جنبه های مختلفی داره، ولی کلیتش رو گفتم که بدونیم که ما با یک گوادلوپ دومی به این معنا مواجه هستیم و سیاست ها و هوشیاران خیلی خوبی در این حال که عمده داخل دارن که ارتش باید و سپاه باید همینطوری تروریست باشن، هستن، ولی در این حال چگونه باید حرکت کنیم اپوزیسیون مترقی که بتونه این صحنه رو خونسا کنه و در این حال انقلاب با وجه ایجابی خودش پر کنه خلأ رو. این از این خلأ ها قبل از اینکه انقلاب شکل بگیره اینا سوء استفاده کردن، وارد صحنه شدن و اینو پیش خواهند برد و اینا میبینی که شعارهای خمینی رو خیلی زودرس به صورت مثل تاریخ دوبار تکرار میشه، دور دوم به صورت کمیک تراژیکه، دقیقاً شکل خودشو نشون میده که مثلا همین چپ و راست و اجنبی و همینا رو اصلا دارن مطرح میکنن، هم اجنبی رو مطرح میکنن، هم در واقع همی از همی الان دارهاشون رو آماده کردن با مرگ بر واقع چپی ها و مجاهد و امثال هم و
در این حال وارد کردن خونسا کردن همین زندگی آزادی رو از طریق مرد میهن آبادی و شاه میهن رهایی، دقیقا این سیاست رو دوباره دنبال میکنن. خوشبختانه هوشیاری بسیار بالایی در مجموع ما شاهدیم در بین نیروها که اون همه با همه، یعنی همه ما، من خمینی دیگه نمیتونه این انقلاب همگانی رو اونگونه به او سرنوشت تلخی که انقلاب بهمن داشت به این سرنوشت رو برای این انقلاب هم رقم بزنه. درود فراوان بر شما و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به برنامه چشم‌انداز توجه کردید. شاد و سلامت و پیروز باشید.